سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه هزار بار. امروز در برنامه هزار بار به شکوفایی و پیروزی دختر پر افتخاری که در مسیر مبارزات آزاد از آغاز تا کنون مانورهای بسیار بزرگی را انجام داده پرداخته میشه. با افتخار به یک دوره شکوهمندی او در رشته مسیر مبارزات آزاد افغانستان میتونیم اشاره بکنیم که نشانه از اراده، استقامت و استعداد ایشان دارد. همچنین بعد از خروج ایشان از افغانستان و ورود به محیط جدید تانسته به تلاش و پیشرفت خود ادامه بدهد که نشانی از اصرار و اراده قوی ایشان در تحقق اهدافش را بر ما نشان بدهد. این مصاحبه فرصتی هست تا تجربیات، داستانهای پشت صحنه مسیر پر از فراز و نشیب زندگی خود برای ما نمایان بکنند و ما بتانیم از ایشان بیشتر بیاموزیم. دختری که امروز ما برای مصاحبه خود انتخاب کردیم، دختر توانمند افغانستان، بانو تمنا مبارز هست. سلام خانم مبارز، بسیار خوش آمدین در برنامه ما، صفا آوردین. به عنوان سوال اول بعد از سلام علیکی شما با مخاطبین هزار آورد خواستیم از شما بشنویم که شما در افغانستان در کدام ولایت متولد شدین و مبارزات چی شد که وارد مبارزات آزاد شدین؟ مهربانی. سلام خدمت شما بانو سیمای عزیز و خدمت تمام بینده های عزیز. عرض ادب دارم. ما در ولایت کابل افغانستان متولد شدیم و در کابل بزرگ شدیم. تحصیلاتم را در کابل ادامه دادیم و ما از طفولیت زمان که خرد بودم و هم تازه رشته مبارزات آزاد در افغانستان آمده بود و توسط باز محمد مبارز، ما از اون زمان علاقمند رشته مبارزات آزاد شدم و آرزو این بود که یکی از پروفایترهای خوب طبقه و نسل کارستان باشم. بسیار عالی. بانو مبارز عزیز، یکی از مسائلی که در جامعه های سنتی مثل افغانستان وجود دارد تفاوت دیدگاه بین زنان و مردان هست. برای یک مرد بسیار عادی و طبیعی و نرمال هست که در مسابقات مثل سنگینی مسابقات مبارزات آزاد و در اون رشته بوکس که شما کار میکنین شرکت بکنن، اما برای خانم ها بسیار قیودات زیادی وجود داره و نگاه مردم هم در این رشته ورزشی تازه حداقل در افغانستان در همین چند دهه اخیر که مد شده بسیار سخت است. چه چالش هایی را، چه مشکلاتی را در این زمینه سپری کردین؟ نسبت به نگاه دوستانت چقدر تغییر کرد؟ نگاه اطرافیانت، نگاه خانوادت، و چطور شد که خانوادت اصلا اجازه داد که یک خانم بتواند در چنین رشته سنگین شرکت کنه؟ در اول ما از طرف فامیل خودم پدر جان مادر جان اینا هم اجازه داشتم، با اجازه فامیل ما وارد رشته مبارزات آزاد شدم، ولی در پهلوی فامیل های دور که از مثل ماما، کاکا، خاله، عمه اینا هستن ممانعت بسیار ایجاد کردن و مثل همه مردم افغانستان که دختر چی با ورزش، دختر چی با مبارزات آزاد، دختر باید در خانه بشینه، مردم گپ میزنن. خب هزاران حرفای دیگه مثل این، باز ما با تمام این حرفا مبارزه کردم و برای اینا ثابت کردم که یک دخترم میتونه که ورزشکار خوب باشه و یک فایتر خوب باشه. خب تبریک میگم که تانستن از سطح سنتی اقوام عبور کنیم، از سطح سنتی جامعه عبور کنیم. در خود افغانستان وقتی که شما مبارزه میکردین چقدر دولت شما رو پشتیبانی و حمایت میکرد؟ آیا امکانات برای شما وجود داشت و فایت هایی که برای شما تنظیم میشد در این فایت ها آیا از ولایت در یک ولایت دیگه مرفتین یا کل مسابقات شما فقط در کابل خلاصه میشد؟ اولا که مبارزات که ما در افغانستان انجام دادیم از طرف دولت اصلا حمایت نشده بودیم، تمام هزینه ها و مصارف از جیب خود ما بوده و مسابقات بین ولایتی هم بود و در کابل هم بوده که بسیار مبارزات اگر رمی مسابقات گرفته می شد بین ولایتی
خاطر کابل پایتخت بود، در کابل گرفته میشد. چقدر مدال تانستن کسب کنین، چقدر مقام و عنوان تانستن برای مردم افغانستان بیارین و مخصوصا برای بانوان، و وقتی که در این مقام ها را کسب میکردین چه حسی داشت؟ من 13 مبارزه در خود افغانستان انجام دادیم، بین ولایتی و بین کلکی که بوده. خوشبختانه یک دو تا کپ دارم، یک کمربند و 10 مدال طلا دارم، که خوشبختانه در افغانستان باختی انجام ندادم. و زمانی که من سفر کردم خارج از افغانستان شدم، تازه در کشوری که فعلا هستم یک مبارزه اینجا من انجام دادیم. قبلا در افغانستان که بودم مسابقات بین المللی نداشتم، فقط در خود افغانستان مسابقه داشتم. خب اسپانسری برای شما خیلی سخت بود، هزینه تمام مسائل خودتون باید مصرف میکرده و این بسیار برای یک خانواده بسیار مشکل هستن، و از طرف هم خب شما مصروف درس بودین و باید تحصیلات خود ادامه میدادین، و این چقدر فشار اقتصادی برای خودت و خانوادت وارد میکرد، یعنی گاهن میشد که یک به خاطر اسپانسر نداشتن از مسابقه باز بمانی و نتونی او شرکت بکنی و یک نوع حسرت در دلت بمانه که چرا من نتونستم. اولا خود دقیقا حرف خوب زدین، برای مسابقات تمام اسپانسری مرا خود فامیل میکرده. من برای مدت یک سال به خاطر بودجه که نبود مجبور شدم رو به وظیفه بیارم. من از تمریناتم دور بودم فقط به خاطر که اسپانسر وجود نداشت و مجبور شدم کار بکنم تا که هزینه هایی را برای فامیلم آماده بکنم. و بعد از یک سال دوباره ما تمریناتم شروع کردم. پس خیلی سخت بود برات. خواهر و برادرای دیگه هم آیا داری مثلا بتانند در این زمینه امرایت کمک بکنن، یا در خانواده فقط خودت رو به رشته ورزش آوردی؟ در فامیل ما فقط خودم ورزش میکنم، برادر و خواهرم ورزش نمیکنم متاسفانه. خب اشکال ندارد، اما در عوض میتونی که در این رشته استعداد داری و خوش بدرخشی. اگر دوست داشتی برای مخاطبان ما از داستان مهاجرتت بگو، چی شد که آمدی و الان در لندن ساکن شدی و تمریناتت الان به چه صورت پیش بود؟ زمانی که من در افغانستان بودم در کلاب بودیم که متاسفانه طلبه وارد افغانستان شده، در افغانستان بودیم که وضعیت خراب بود، از تمرین، از درس، از همه چیز باز ماندیم و مجبور به مهاجرت شدیم. و از طرف یک اسپانسرم بر ما تماس گرفته که ما میخوایم شما را از افغانستان انتقال بدیم. در آن زمان من برای اینا پیشنهاد کردم که معصوم و با فامیلیم، بعد از اینا جواب دریافت کردم که ما فامیلتان را از افغانستان بیرون کرده نمیتونیم. بعد ما با فشاری گفتم که پس ما یک تیم ورزشی دارم، حداقل اگر فامیل ما را نمیتونه اسپانسری بکنید می تیم ما را اسپانسری بکنید. اینا قبول کردن. خب ما تیم را آماده کردم تا زمان که کارا اوکی شده، ویزا اینا آمد. ما در خانه خودم یک کلاب جور کرده بودم، از یک در اتاق بسیار کوچک و تمرینات ما ادامه داشتم اونجا. اما قسم که بعد کارهای سایسا پیش رفت و ما مهاجرت کردیم در پاکستان. مدت 7 ماه در پاکستان بودیم و بعدا آمدیم انگلیس. تفاوت بین تمرین هایی که در انگلستان داری، حتما مربی های حرفه ای تر داری و بیشتر میتونی استفاده بکنی، و فضایی که در افغانستان موجود بود میبینی؟ اگر بتونی برای مخاطبان ما هم در این زمینه بیشتر توضیح بدی، چون من فکر میکنم بین جهان اول و جهان سوم علاوه بر امکاناتی که وجود داره، تاکتیک هایی که وجود داره یا مسائلی که وجود داره در حواشی از اونها که کمک میکنه برای یک مبارز و هم دختری مثل شما، فکر میکنم تفاوت فایشی داشته باشه، این تفاوت ها بسیار زیاد باشه. در این زمینه خود دیدگاه چی هست؟ چقدر تفاوت داره؟ اولا که در افغانستان امکانات بسیار کم بود، هم در بخش آقایان و هم در بخش خانم ها در سطح ورزش. اینجا امکانات بسیار زیاد است، اگر کسی بخواهد وقتا از امکانات استفاده درست بکنه. و در افغانستان سطح تمرین که بود تکنیک کمتر بود، زیادتر سر بدنسازی، سر سرعت و نفس اینا کار میشد. ولی اینجا برعکس،
به اندازه که سر تکنیک سر فیزیک کار میشه دو برابر سر تکنیک کار میشه، یعنی اینجا با تکنیک پیش میره ولی افغانستان با فیزیک. تمرینات تا دیدم یکی از سختی هایی که داشتی بود که حتی ما دیدم در بعضی از تمرینات حریف مقابل خودت مرده و ای برای یک زن بسیار سخته که حریف تمرینی مقابلش یک مرد باشه یا حداقل در مبارزه ممکن هست مرد بیایه. ای چقدر تاثیر میکنه برای چون خیلی ها از این میترسن که نسبت به حجم و هیکلی که وجود داره یا همون نگاه جنسیتی که وجود داره در ذهن مردها را قوی تر از زن ها میبینه. چطور تونست مثلا در این تمرینات همیشه استفاده کنه؟ چون من فیلم تمرینات بارها و بارها ششتم را مرور کردم و دیدم که چقدر راحت برای تو فرقی نمیکنه که این مرد باشه زن باشه و تو کار خود انجام بدی. متاسفانه من در کلاب که هستم حریف امو پارتنر دختر نیست، فقط دو تا است که سنشون از ما کده خورتر است که 16 سال است که با اونا من نمیتونم درست کار بکنم، که اگر آسیب ببینه اینا برای خود مشکل ساز میشه متاسفانه. و پارتنرای ما بسیاریشان مرد هستن، از نگاه قدرت اگر بخوایم فرق بین زن و مرد وجود ندارد. شما اگر خودتون بخواین از قدرتتون استفاده بکنید خب اصلا فرق وجود نیست، اما قدرت اگر مرد داره تو هم دارید توانی و نظر ما یکسان است و برای ما فرق نمیکنه که حریفم زن باشه مرد باشه. البته نه در داخل مبارزه را حرف نمیزنم، اونجا خب طبعا که حریف سر می باشه، حریف پارتنری من همیشه مرد بوده و من مثل همیشه تمرینات می ادامه می کنم و فقط به فکر تمرین و پیشرفت خودم. جمله زیبایی که از بزرگان شنیدیم میگه مگر افراد برایشان کسانی که بزرگ فکر میکنن اهداف برایشان مهم و من امروز میبینم در چهره خودت در صدای خودت در تمرینات خودت که فرد برات مهم نیست، هدفت برات مهم و خیلی قابل قدر. از آسیب صحبت کردی، آسیب های جسمی و فیزیکی و روانی که برات وارد شده، به عنوان یک زن اولین چیزی که برای یک زن مشخص هست زیبایی ظاهرش هستند و در رشته شما چون همیشه بوکس و مشت حرف اول رو میزنه و این ضربه ها ممکن هست در صورت بیشتر بخوره، حالا برای او وضعیت دفاعی که شما میگیرین ممکن هست بعضی از مشت ها رها شود و سر صورت بینی چشم و یا حتی دندان اصابت بکنه. آیا خاطری در این زمینه داری که صورتت آسیب دیده باشه و اگر آسیب دیدی چه کردی امروز؟ چطور کنار آمده؟ چطور به عنوان یک دختر مبارز وقتی در آینه بعد از مبارزات میایی نگاه میکنی که سر و صورتت کبود شده چطور کنار میایی امروز؟ اینی برای من سوال هست، مخصوصا در این دنیای مدرنی که همه به دنبال آرایش کردن و پوشاندن عیوب ظاهری خودم خودم هستن. این اعتماد به نفس از کجا برای تو میآید؟ و این برای من خیلی جالب بود، شاید برای خیلی از زنها و دخترهای دیگه هم جالب باشه. من مثل تمام دخترای دیگه دوست دارم مثلا آرایش بکنم به سر وضعیت خودم برسم، ولی فعلا تصمیم گرفتیم که برای هدفیم فکر بکنم و آرایش اینا را کنار گذاشتیم، به خاطر که مثلا وقت ندارم، روز دو تایم سه تایم تمرین میکنم، وقت برای آرایش کردن و فیشن ندارم. و آسیبی که بر من رسیده، من دو بار تبهال دندانم شکسته، در یک بار در مسابقه و یک بار در اسپارینگ که چند وقت قبل در اینجا دندانم شکست، که دندانم که قبلا شکسته بود دوباره پوش کردم ترمیم کردم و اون دندانم دوباره شکسته، که متاسفانه تا بال ترمیمم نشده. و قسمی که گفتم خب رشته مبارزات آزاد قسمی هست که ابرو پاره میشه، چشم افگار میشه، گوشا میشکنه، همه چیز در این رشته امکان پذیر است، دست میشکنه، پای میشکنه. ما چند وقت پیش زانوهای ماسیب دید، متاسفانه پیشی چشم پاره شده بود که تازه یک چند وقت شده جور شده. خب آسیبای بسیار زیاد است که وارد بدن میشه. بسیار عالی. و ای تو که کنار میایی همراه تمام ای آسیب ها و باز هم بلند میشی و ادامه میتی خیلی قابل قدر هسته. ای پیام من مخصوصا و دخترایی هسته که
فکر میکنم زیبایی ظاهری تمام چیزها هستند، در صورتی که زیبایی در استعداد، در توانمندی و در جوهر خود انسان هست. و امروز افتخار میکنیم برای خودت. نقشه تو، پلانت برای آینده تو چی هستند؟ آیا ادامه خواهد دادی؟ و اگر یک روزی برسه که ازدواج کنی، آیا باز هم به همین وضعیت ادامه میدی؟ چون خیلی از دخترها تصور میکنن، مخصوصا ورزشکارا، کسایی که مثل خودت هستن، ازدواج محدود میکنه دخترها را. خودت پلانت چی هستن؟ ایزا اولین هدف ما است در آینده با تمام مشکلات کشیده مبارزه میکنم و اولین مدالاور، اولین مبارز در سازمان UFC که بزرگترین سازمان مبارزات آزاد است، اولین زن افغان خودم باشم. با تمام تلاش و زحمت که میکشم کوشش میکنم که اولین زن افغان باشم و زمانی که ازدواج کنم هم راه ما ادامه میتونم و ایرا ما برای تمام دختر خانم ها بگویم ازدواج مانع پیشرفت کسی نمیشه. آفرین آفرین. امیدوارم که پارتنری که پیدا میکنه در آینده، همسرت واقعا درکت بکنه و اجازه مزیر داشته باشه که بتانی مبارزات و درخششی که داری ادامه بده. خب، برای ما یک گنجینه هستی تمنای عزیز. به عنوان یک دختر مبارز، پیام آخر برای تمام مادران سرزمین، برای دختران سرزمین، برای کسانی که با تمام مشکلاتی که دارن در داخل افغانستان یا خارج افغانستان خود رساندن یا ادامه میدن، چی هستن؟ قسمی که در 20 سال گذشته دختران و زنان افغانستان با تمام مشکلات و سختی ها مبارزه کرده، باز هم به مبارزاتشان ادامه بده و انشاءالله روزی میرسه که افغانستان آزاد و آرام شود و همه دختران سرزمین آزاد باشند. بسیار عالی. تشکر از خودت که در مصاحبه شرکت کردی. قطعا خیلی از کسانی که از زنان افغانستان، زنان افغانستان را فقط در هیبت یک برقع پوش دیدن، امروز با ظهور و حضور کسانی مثل شماها که ستاره های درخشان هستند در عرصه های ورزشی، این تفاوت را میبینن که زنان افغانستان را اگر برشان اجازه بدن، میتونن بسیار بسیار درخشان باشند. باز هم سپاسگزارم از حضورت و یک سپاس هم از همکار تکنیکی ما و دوستانی که تا این دم همراه ما در مصاحبه بودند. شما را به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه بعدی و از حضور خودت هم خداحافظی میکنیم. شاد و سلامت باش. تشکر، سلامت باشین با برنامه زیبایتان. من هم البته با معذرت که زیادتر نتونستم بمانم در برنامه شما بخاطر شما از مشکل که دارم آگاه هستین، بازم انشاءالله دفعه های بعد خوبتر و بهتر میتونم صحبت کنم. خواهش میکنم، بخیر باشید.